جميعاً ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأؤمن به ولا أكفره وأعادي من يكفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى والنور والموعظة على فترة من الرسل وقلة من العلم ودنو من الساعة وقرب من الأجل. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى وفرط وضل ضلالا بعيدا. عباد الله اوصیکم و نفسی به تقوی الله. خداوند علی اعلا را بر توفیق حضور در مراسم نماز جمعه سپاسگزاری می کنم. خودم که از همه بیشتر محتاجم، همه شما عزیزان، خواهران و برادران را و رعایت تقوی بر واپیشه کردن سفارش میکنم. تقوی که امیر المومنین علیه افضل و صلوات المسلین فرمودن ان التقوی افضل کنز و احرز و حرز و اعز و عز فیه نجات و کل هارب و درک و کل طالب و ظفر و کل غالب. فرمودن تقوی را رعایت کنید، تقوی بهترین گنج، محکمترین پناهگاه، عزیزترین عزت و اقتدار است. نجات هر گریزنده‌ای از هلاکت و آتش جهنم، امید هر جوینده‌ای و پیروزی هر چیرجویی در تقواست. به همین دلیل است که بیشترین سفارش در آیات و روایات و کلمات معصومین علیهم صلوات الله اجمعین درباره تقواست. الا فسونوها و تسونو بها. تقوا رو حفظ کنین و همه دستاوردها و سرمایه ها را با تقوا حراست و حفاظت کنید. صحبت خطبه اول موضوعات اخلاقی از منظر قرآن است، با دید مسائل اجتماعی امروز هم در ادامه صحبت‌هایی که داشتیم در ارتباط با بعضی از نیازهای اجتماعی، مسئله محبت و تألیف قلب در جامعه که از موضوعات مهم و ضروری و محل حاجت و ابتلای من هست می‌پردازیم. در خطبه دوم تذکراتی مخصوصا مربوط به مسائل زندگی که امروز با او سر و کار داریم و موضوعات مناسبتی هم داریم، اگر فرصت شد با اونها هم خواهیم پرداخت. یک قضیه قطعی و قابل انکار برای کسی نیست که هر انسانی طرفدار کمال است. به تعبیر دیگر انسان کمال طلب است.
کمال خواه است. این کمال و این پیشرفت و ترقی که خواسته هر انسانی است، تنها جایی که میتواند به اون برسد در اجتماع است. انسان تنها نمیتواند به کمال برسد. لازمه رسیدن به کمال حضور در جامعه است. این جامعه ای که میدان کمالات است، عرصه پیشرفت ها و ترقیات است، چگونه به وجود می آید؟ هم قرآن و هم کلمات معصومین و هم حرف و سخن خردمندان عالم این حقیقت را بیان کردند که حقیقت این جامعه گره خورده به دوستی های باطنی، به نزدیکی های قلبی و فکری. پس ما اگر قرار است به کمال برسیم، باید یک جامعه ای داشته باشیم و اون جامعه زمانی به وجود می آید که دلها به هم نزدیک شود، اندیشه ها و انگیزه ها و باورها به همدیگه نزدیک و حامی و پشتیبان همدیگر شود. و الا نه کمالی نصیب ما خواهد شد و نه جامعه‌ای خواهیم داشت. بودن انسان‌ها در یک جمع، اجسام و اجساد و بدن‌ها در کنار هم قرار گرفتن معنای جامعه نیست. خداوند در قرآن به پیامبر احترام ویژه قائل است. انک لعلی خلق عظیم. یا رسول الله، تو اخلاق بزرگی داری. پیامبری که در رأس همه انسانها و انبیا است، خدا به پیامبر فرمود ما بین دلها الفت قرار دادیم و الف بین قلوبکم. ما دلها را به همدیگه نزدیک کردیم. پیامبر، لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم. اگر همه دارایی روی زمین و ثروت زمین را میدادی و هزینه می کردی، این دلها را به همدیگه مهربان و نزدیک نمی توانستی. پس لازمه جامعه این است که قلباً افراد جامعه هم دیگر دوست داشته باشه، منافع دیگران منافع او باشد، عزت دیگران عزت او باشد، امنیت دیگران امنیت او باشد. اون چرا که برای خودش می طلبد برای دیگران بیش از خود بطلبد و آرزو کند و دنبال کند، تا به یک جامعه که زمینه رشد و تعالی و تکامل را فراهم می کند دسترسی پیدا کند. قرآن جمعیت هایی را که هم فکر نیستند، هم ایده نیستند، منافع هم دیگر را بیش از منافع خودشان یا در حد منافع خودشان احترام قائل نیستند، این گونه معرفی کرده، تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا. شما گمان میکنین اینها یک گروه هم. تحسبهم جمیعا، فکر میکنین اینها وحدت دارن، و قلوبهم شتا، قلبهاشان متشتت است، متفرق است. اینها اصول است که خدشه نداره، امکان خدشه در اینها نیست. ما برای ساختن یک جامعه تنها با نماز، با ذکر، با دعا نمی رسیم. باید به حقیقت راهکارهایی که قرآن دستور داده و روشن کرده و تعلیم داده بپردازیم. یکی از اون راهکارها همین است که عرض کردم.
حالا از چی راههایی میتوانیم چنین جامعه ای را به وجود بیاوریم؟ یقین داشته باشین آغازش از خودمان هست، از خانوادمان هست، از فرزندانمان هست، از خیشانمان هست، از کسانی که با ما ارتباط دارن. امروز یکی از چیزهایی که خیلی ریشه دارد در جامعه ما، در بین مردم ما، خیشاوندی است. اسلام به خیشاوندی خیلی احترام قائله، اما می‌فرماید دوستی ها خیشاوندی اکتسابی است. نمی‌شود فقط ما معیار ارتباطمان را خیشی قرار بدیم. همون مسئله که در بین معروف رایج است، خیشخوری کنیم. پیغمبر بزرگوار اسلام فرزندان اون بزرگوار، تربیت شدگان اون مکتب فرمودن دوستی خیشاوندی مستفاد است. المودّة قرابة مستفادة. ما بیشتر تلاش میکنیم احتراممان، داد و ستدمان، نمیگویم این بد است، اما همه هدف و همه کار و برنامه نباید این باشد. میفرماید القرابت الى الموده احوج من الموده الى القرابه. خیشاوندی به دوستی نیازمندتر است تا دوستی به خیشاوندی. ما خیلی جا میبینیم، شاهدش هستیم، خیشاوندی ها متزلزل میشه، آسیب پذیر میشه، منجر به فراق است، منجر به طلاق است، منجر به جدایی هاست. چرا؟ چون برخواسته از محبت، برخواسته از حرمت، برخواسته از دوستی های باطنی نیست. لذا پیغمبر فرمودن خیشاوندی ها به دوستی بیشتر نیاز دارد تا دوستی ها به خیشاوندی. یکی از کانال ها و مسیرهایی که یک جامعه ای که اونجا انسان بتواند به کمال برسد این است که ما زمینه های این دوستی قلبی را فراهم کنیم. این در موضوع مسائل خانوادگی، در مسائل اجتماعی، در فضای بزرگتر، در عرصه کلانتر. امیرالمومنین فرمودن سه چیز اگر رعایت شود قلبها را به همدیگر نزدیک می کند، جامعه را استوار می کند: امنیت، اقتصاد، عزت. اون چرا که ما برای یک زندگی انسانی مرفه آبرومند نیاز داریم، اینها را اساس گذاری می کند، پایه گذاری می کند. فرمود خوشخویی، انک لعلی خلق عظیم. ملایمت، اساساً در روایات داریم مؤمن خوش اخلاق است، مؤمن نرم است. این نرمی منافات با صلابت ندارد، منافات با هدفمندی و مقاومت ندارد. اون چرا که دنبال میکنه با آرامی، با حوصله، با تدبیر و آینده نگری دنبال میکنه. ضمن اون که به هدف میرسد دلها را مسحور میکند، تسخیر میکند، با خشونت، با برخورد خشن و خلاف انتظار انسان نمیتواند یک جامعه ایدئال و مناسب را به وجود بیاورد انسانها. یکی از چیزهایی که با زمینه همین زندگی را فراهم میکند فروتنی است. اینها در برخوردهای که در مقابل همدیگه داریم، خوشخویی، ملایمت، تواضع و فروتنی، خیلی از اینها گره خورده به حرکات فردی ما، در خلوتهای ما، در تنهایی‌های ما. امام صادق فرمودن
اگر میخواهین مردم شما را با تمام وجود دوست داشته باشد، قلبا شما را دوست داشته باشد، در تنهایی شما را دعا بکنه، در نماز شب به یاد شما باشه، در زیارت، در مراسم توسل به یاد شما بیفته، این زمینه لازم داره، برنامه لازم داره. حضرت صادق علیه الصلاه و السلام فرمودن سلاستون تورث المحبه، همونطوری که ما ارث میبریم خیلی از صفات را از پدرانمان، از مادرانمان، حضرت فرمودن این صفات را رعایت کنین، نتیجهش، میوهش و ثمرش محبت اجتماعی است. دین ببینین مردم کی را دوست داره. ما شاهد خیلی از تحولات در این سالها در همین کشور، در همین شهر بودیم. اونایی که متدینن و بودن و هستن، اینها همیشه در دل مردم جا دارن، همیشه مردم به اینا عشق می‌ورزن. دیدن اینها برای مردم زمینه آرامش داره، یاد اینها برای مردم آرامش است. اگر مناسبتی پیش می آید، با یاد اون خاطره ها اون مناسبت را تعظیم میکنن. حضرت فرمود یکی از چیزایی که محبت اجتماعی به وجود می آورد دینداری است. ما بیاییم این دینداری را همه جایی کنیم. متاسفانه اینه باید از باب وظیفه عرض بکنم، خیلی ها فکر میکنن دین خلاصه شده به مسجد، دین خلاصه شده به مکتب و در مدرسه، یک فضای ویژه برای دین قائلن، مرزبندی میکنن. دین اینطوری نیست، حوزه خاص نداره. دینوک اخوک، اخوک دینوک، برادر انسان دین انسانه. در فضای بیرون باشیم، سفر باشیم، در حاکمیت باشیم، در کنار رعیت باشیم، در قدرت باشیم، خالی از قدرت باشیم، این دین باید همه جا خودش نشان بده. نمیشه وقتی خوشحالیم دین رعایت کنیم، تحت فشاریم از دین فراموش کنیم. فقیریم، مریضیم، دست به دعا شویم. وقتی ثروتمند و حاکم و اقتدار داریم، اون زمان دین فراموش کنیم. حضرت فرمود یکی از چیزهایی که این محبت را به وجود می آورد دینداری است. یکی از عواملی که محبت به وجود می آید بذل است. شکی نیست جامعه به همه چیز نیاز دارد، به دینداری، به تواضع، به ملایمت، به خوش برخوردی. خب زندگی مردم گره خورده به مسائل اقتصادی، افرادی که این کار انجام میدن، حاکمیت این کار انجام میده، انجمنهایی که به این مسئولیت میپردازن، این باعث محبت اجتماعی میشه. و ما شاهد این کسانی که نکردن غیر از خسارت و زیان و ضرر، چیزی دیگری نصیبشان نشد. امروز هم شرایط بسیار دشوار شده، مشکلات اقتصادی، مشکلات زندگی، مشکلات درآمد، به حق مردم را در سخت‌ترین شرایط قرار داده. می‌طلبه که هم حاکمیت جدی، هدفمندانه، مسئولانه دنبال راه حل باشه. هر روزی، هر ساعتی که تأخیر می شود و کاری از دست کسی و کسانی ساخته است غفلت می شود، قابل جبران نیست. اینها جواب لازم داره. وقفوهم انهم مسئولون، هر کسی از هر جایگاهی در هر جایگاهی باید جوابگو باشد. پس ما بیاییم یک زمینه محبت اجتماعی را در این جامعه به وجود بیاوریم. شاهد تحولات بودیم، هر تحولی و هر حاکمیتی که
این زمینه را نتوانسته فراهم بکنه، محکوم به زوال و فنا بوده. هر آدم و هر آدرس و هر برنامه‌ای که با این محورها حرکت کرده ماندگار بوده، حمایت شده و باعث عزت و سربلندی عناصر شده که این قضایا را باور داشتن و دنبال می کردن. من به عنوان آخرین پیام و در این حال اساسی ترین صحبت این برنامه همین روایت را ترجمه کنم. امیر المؤمنین فرمودن اسرع المودات انقطاع مودات الاشرار. چقدر نسخه روز و مورد نیاز و مفید است. رشته های دوستی بدکاران، کسانی که دین ندارند، تقوا ندارند، بذل ندارند، وفا ندارند، فرمودن رشته دوستی های بدکاران زودتر از هر دوستی از هم میگسلد. رفاقت هایی که بر اساس دین نیست، بر اساس اعتقاد نیست، بر اساس منافع مردم نیست، اینها ضعیفترین ارتباطات است، بی ارزشترین ارتباطات است و زود از هم می گسلد و پاره می شود و جدا می شود. ما شاهد این مصیبت ها و این خسارت ها بودیم و قرآن عظیم الشان مکرر به این موضوعات پرداخته و اشاره کرده و تصریح داشته. الاخلا یومئذین عدو الا المتقین. روز قیامت همه دوستی ها تبدیل به دشمنی و به عداوت می شود، مگر دوستی انسان هایی که با تقوا بودند، بر معیار تقوا و بر معیار اخلاق و عقیده سالم ارتباط و دوستی برگزار کردند، چی با خیشاوند، چی با همخون و همزبان یا با دیگرانی که از این ارتباطات نداشتن. اسلام عزیز برای ساختن یک چنین اجتماعی قرآن نازل کرده. خدای عزیز، خدای عظیم دستور نازل کرده، پیامبر فرستاده، ائمه معصومین را خداوند برای همین موضوعات انتخاب کرده و ما در دوران غیبت شخصیتی به سر میبریم که جامع الکلمت علی التقواست. روزی که ظهور میکند همه عالم را بر این محور دعوت میکند و باورمند میکند. خدایا ما را شاهد اون دولت کریمه قرار بده. خدایا ما را در مسیر اهداف اون عزیز و ذخیره خودت و امید همه انسانها بیش از پیش توفیق حرکت عنایت بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة وعلى الحسن والحسين وعلي بن الحسين و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد
والحسن ابن علی والحجة الخلف الصالح ائمة المؤمنین. بار دیگر خودم و همه شما عزیزان را بر رعایت تقوا پروا پیشه کردن سفارش میکنم. تقوایی که اگر حفظ کنین یکی از برکاتش تشخیص حق از باطل است. لازم میدانم در خطبه دوم اون چرا که یاد کردنش و مطرح کردنش هم وظیفه است و هم برای مردم، کشور و جامعه مفید و به نفع است و لازم است به اونها بپردازم. مسئله اول، مع الاسف باز هم مردم ما، کشور ما با همه سختی ها و تلخی ها و دشواری هایی را که پشت سر گذاشتن و مبتلا هستند و گرفتار هستند، باز هم شاهد ناامنی های کور، حرکات که باعث ناامیدی و نگرانی بیشتر مردم می شود هستند. در گذشته ها اگر این اتفاقات می افتاد، خب اگرچه سخت بود، دشوار بود، اما قابل تحلیل بود، قابل در واقع اینکه چنین اتفاقی بیفته. اما امروز خلاف انتظار است، یعنی بعدش و دشواریش بیشتر است. باز هم ما شاهد انفجارها هستیم، باز هم شاهد انتحار هستیم، باز هم شاهد خونریزی ها هستیم. اگرچه آدرس ها مشخص است کیایی را به عهده میگیره، اما باز هم نباید وضعیت به این شکل ادامه پیدا بکنه. انتظار مردم از تحولی که پیش آمد این بود که این مسائل کمتر شود، نابود شود. ما شاهد فشارهای بیشتریم، هم مسائل انفجار و انتحار و خونریزی ها و هم شاهد فقر، مشکل اقتصادی، مشکل ارتباط با جهان. اینها قضایایی است که باعث ناامیدی مردم شده و امید مردم را به زندگی کم کرده. امیدواریم که مسئولانه و هدفمندانه به قضایا توجه شود. اگرچه دولت امارت اسلامی، حاکمیت موجود، تحریک طالبان گفتند در 4 ولسوالی در ولایت قندهار بر ضد اعضایی که این حرکات را از آدرس خودشان قبول کردند، داعشی ها عملیات انجام دادند و جمعی و تعداد از اونها را نابود کردند. ضمن این که این خبر تایید همه جانبه نشده، انتظار مردم این است که این قضایا در کشور باید به پایان برسد و اساسی ترین نیاز مردم، مسئله امنیت، انشاءالله فراهم شود. ضمناً باید عرض بکنم که ما در لابلای اتفاقاتی که در شهرها میفته باز هم شاهد اختطافیم، شاهد خلاصه حرکت هایی هستیم که به خاطر منافع یک عده اینا صورت میگیره. اگر این وضعیت مهار نشود، زندگی تلختر و دشوارتر خواهد شد. مسئله بعدی
مسئله مسائل اقتصادی است، مسائل کاری است. خیلی فشار بالا رفته. ماها گذشته کارمندان دولت معاش دریافت نمی کنند. اداره ها با اون شرایطی که باید باشه نیست. امکان نداره یک کشور ادامه زندگی بدهد با این وضعیت. باید این فضا را باز کنیم، ارتباط باید ایجاد کنیم. اینه که فشار را مردم تحمل کنند، فقر، سختی، گرسنگی را مردم تحمل کنند تا یک زمینه برای ارتباط از جای دیگه درست شود. یا اگر سیاستی است که روی دست گرفته شده، سیاست مفیدی نیست. شاید بهترین راه حل حرکت خردمندانه و عاقلانه باشد که ما اون چرا که جهان با اونها بها میدهد و معتبر میداند اونها را رعایت کنیم، تا جامعه جهانی را وادار کنیم به حل مشکلات. ما مخالف منجمد کردن و بلوکه کردن و نگهداری کردن پول و ثروت و اموال ملت افغانستان به دست حاکمان ظالم و دارای اهداف زشت و ناپاک هستیم. اما باید با این جریان مبارزه کنیم. بهانه هایی را که اونها میگیرن اونها را باید از دستشان بیرون کنیم. اسلام خیلی برنامه های اصلاحی دارد. مسئله حقوق زن در اسلام به اندازه زیبا و روشن است که ما در هیچ دینی این چنین اخلاق و این چنین حرمت را برای زن قائل نیستیم. ما بیاییم اینها را به نمایش بگذاریم. مسئله حقوق، مسئله احسان به انسانها، مسئله احترام به خون در اسلام بسیار بالا و عالی مطرح شده. ما اینها را در زندگی، در حاکمیت ما جلوه بدیم. نیاییم با سختگیری و با فشار اسلام اصیل را بد معرفی کنیم. من در مطالعات هفتگیم به بعضی از نکات رسیدم که انصافاً جای تأسف است. حتی رسانه‌های اجتماعی برای بد معرفی کردن اسلام برنامه دارند، حرکت‌های خیلی مرموز و پیچیده‌ای را روی دست دارند. وضعیتی را که امروز ما در کشورمان داریم، این نوع از تبلیغ منفی درباره اسلام است. بیاییم با بهبود وضعیت، با تحول عمیق، با خردمندی و با محبت را که در جامعه امان استوار کنیم، با این حرکت ها مبارزه بکنیم. امروز 13 ربیع الثانی است، فردا 14، یکی از مناسبت هایی که ما در تاریخ داریم 14 ربیع الثانی، قیام یک انسان خردمند، باهوش و دارای هدف و انگیزه الهی، جناب مختار رحمت الله علیه است. از این جهت عرض میکنم هم مناسبتی از مناسبت ها را مطرح کرده باشیم و هم از این حرکت و از این هوشیاری و از این تدبیر انگیزه بگیریم و با این شیوه ها و روش ها آشنا شویم. در مثل فردا مختار با هم پیمانانش، با کسانی که او را قبول داشتن، با شعار یا لسارات الحسین برای انتقام خون ابی عبدالله علیه السلام در کوفه قیام کردند. در سال 67، یعنی حدود 7 سال بعد از شهادت آقای امام حسین علیه السلام،
البته زودتر قیام کرد، در سال 67 به شهادت رسید. اون چیزی که مختار رو برجسته کرد و قیام او را به اون حد از عظمت رسان، هوش بالا و بیداری و همدلی او با عناصری بود که در زمان خودش اونها را پیدا کرد. در 18 ماهگی حکومتش 18,000 از کسانی را که در جریان کربلا به عنوان قتله امام حسین علیه السلام حضور داشتند، اینها را نابود کرد. این تنها به دست مختار و عناصر نزدیکی به او بود و خیلی از این قبیل افراد توسط یاران جناب مختار نابود شدند. سعد عموی مختار نقل میکند، من از طرف امام المتقین امیر المؤمنین و امام مجتبی علیه السلام والی مدائن بودم، هرگاه کار پیش می آمد سفری برنامه مختار برادرزاده ام را عوض خودم به مقام ولایت می گذاشتم، می دیدم بهتر از من، زیباتر و عمیقتر برنامه ها را مدیریت می کند. مدیریت سالم می تواند جامعه را از هر مشکلی رها بکند و این شخصیت توانست در اون فشار عمیق که می دانین در زندان بود و محکوم به اعدام بود، اگرچه میثم تمار به او خبر آزادی و پیروزی را داد، چون میثم از اصحاب سر آقا امیرالمومنین بود، در کوفه در زندان به او خبر داد که تو یک چنین زمینه ای را داری. اما مهم همدلی است، مهم رازداری است، مهم وفاداری است. ما در هیچ شرایط نباید ناامید باشیم. شرایط سختتر از گذشته ها نخواهد بود. چیزی که ما را در هر شرایط می تواند حفظ کند، اخلاص، باور، هم اعتقادی و فداکاری است که انشالله همه ما باید به این موضوعات توجه داشته باشیم. وقت فرزند مختار خدمت امام باقر علیه السلام رسید، حکم ابن مختار ابو محمد مکنا بود به ابو محمد، عرض کرد آقا مردم درباره پدر من صحبت های مختلف دارند، اما من چیزی را که از شما بشنوم به اون ایمان می آورم. امام باقر علیه السلام فرمود سبحان الله، پدرم خبر داد یعنی زین العابدین که مهریه مادر من از اون پولی است که مختار اون را برای پدرم فرستاد. اینقدر در پیشگاه اهل بیت علیهم السلام آبرومند بود. حضرت فرمود رحم الله اباک، 3 مرتبه امام باقر جناب مختار را این گونه دعا کرد رحم الله اباک. امیدواریم که ما با تأسی به کسانی که افتخار پیروی اهل بیت علیهم السلام را دارند، که هوشیاری و زیرکی و هدفمندی و عبادت و پرواپیشه کردن شاخصه های اصلی اینها هست، در هر شرایطی برای هر توطئه‌ای، برای هر دسیسه‌ای آمادگی داشته باشیم که داریم و ناامید نیستیم. ما در کنار همه این مشکلات بر روشنی آینده امیدواریم. ما انتظار کسی را میکشیم که او منجی همه انسانهای دربند است، منجی همه مستضعفین است. و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. خدایا ما را بیش از پیش در این باور و این عقیده یاری بفرما. آمین. فرج آقا و مولای ما را معجل بگردان. حوائج اون بزرگوار و همه منتظرانش
برآورده به خیر بفرما. امنیت کشور ما، مردم ما، سرزمین ما را خدایا کامل تأمین بفرما. توطئه ها، دسیسه ها را خدایا به طرفداران دسیسه و توطئه برگردان. عزیزانی که با حضورشان در این مراسم الهی و همه برنامه های از این قبیل شرکت میکنن، خدایا عزت دنیا و آخرت نصیبشان بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس يدخلون في دین الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا.